شون حفظ میشه و هیچ کدوم منحل نمیشن. پس توی تحصیل سهام، یعنی اینکه شرکت الف میاد سهام دارای حق رأی شرکت ب و خریداری میکنه، در این حالت هر دو تا شرکت به فعالیت خودشون ادامه میدن و هیچ کدومشون هم منحل نمیشن. در تحصیل بیش از 50%، یعنی زمانی که شرکت الف بیشتر از 50% سهام دارای حق رأی شرکت ترکیب شونده رو میخره، پس توانایی کنترل داره، یعنی کنترلش توی شرکت افزایش پیدا میکنه. در این حالت به شرکت الف، یعنی کسی که سهام شرکت ب رو خریده، میگن شرکت اصلی و به شرکتی که سهامشو فروخته میگن شرکت فرعی، که در این حالت حتماً صورت‌های مالی تلفیقی تعیین میشه. یعنی شرکت اصلی میاد صورت‌های مالی شرکت فرعی هم، یعنی شرکت ب رو میگیره، که شرکت اصلی صورت‌های مالی تلفیقی رو تعیین می‌کنه. صورت‌های مالی تلفیقی هم یعنی صورت‌های مالی شرکت تبدیل به یه صورت مالی میشه که اصولاً کاربرگ‌ها اتفاق می‌افتن. انواع روش‌های ترکیب. ما روش‌های ترکیبی داریم که اون روش‌های ترکیب عبارتند از یک روش خریدتون که در این روش کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ترکیب شونده تجدید ارزیابی میشن و با ارزش روز در دفاتر ثبت میشن که سرقفلی ایجاد میشه. پس توجه بفرمایید چرا حسابی به عنوان سرقفلی اضافه میشه. برای اینکه دارایی‌ها و بدهی‌ها به ارزش دفتری بودن، حالا میخوان تبدیل بشن به قیمت روز، یعنی الان به قیمت بازار. پس مطمئناً بین مبلغ ارزش دفتری، یعنی اون مبلغی که تو ترازنامه ثبت شده، و اون مبلغی که قیمت بازاره، یه تفاوتی وجود داره. مابه و تفاوت این دوتا ارزش، یعنی ارزش دفتری و ارزش بازار، میره توی حسابی با عنوان سرقفلی، که سرقفلی هم جز دارایی هامونه و دارایی های ثابت نامشهوده، یعنی دارایی هایی که امتیاز هستن ولی قابل دیدن نیستن، قابل مشاهده نیستن، امتیاز هستن. روش دومتون روش اتحاد منافع. توی این روش کلیه دارایی ها و بدهی های شرکت ترکیب شونده با ارزش دفتری و با یکسان کردن رویه های حسابداری، یعنی با یکی کردن روش های حسابداری، به شرکت اصلی منتقل میشن و هیچ گونه سرقفلی شناسایی نمیشه. توجه بفرمایید توی حالت قبل بین شرکت ترکیب شونده و ترکیب کننده، بین این مبلغ، یعنی وقتی که شرکت ترکیب شونده میخواست دارایی ها و بدهی هاشو به روز کنه، بین ارزش دفتری و ارزش بازارش یه تفاوتی وجود داشت. این تفاوت رو باید میومد توی سرقفلی شناسایی میکرد، ولی توی روش اتحاد منافع چون کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ترکیب شونده با همون ارزش دفتری منتقل میشن، پس هیچ گونه تفاوتی وجود نداره، ارزش بازاری نیست، پس به همون ارزش دفتری ثبت میشه و هیچ گونه سرقفلی شناسایی نمیشه، که اصولاً این روش منسوخ شده است، یعنی دیگه استفاده نمیشه. میخوایم ببینیم بهای تمام شده ترکیب توی روش خرید چطوری اتفاق میافته. بهای تمام شده ترکیب در یک شرکت شامل است قسمته: یک، کلیه وجه نقد، دارایی ها، سهام و سایر تعهدات یا اقلام پرداختنی که باید به ارزش متعارف در نظر گرفته بشن و همچنین سهام و اوراق پرداختنی باید به ارزش روز در محاسبات مورد استفاده قرار بگیرن. یعنی همه دارایی ها، وجه نقد، دارایی ها، سهام و سایر اقلام پرداختی که مثل سهام و اوراق پرداختنیه،